و عشم ناسه به نسیخ همینطور که میدونیم امروز تعنیت اسرا به تبت تعنیت اسرا به تبت رو کمتر دربارش صحبت میشه، خیلی تعنیت معروفی نیست و بیشالله دیگه لازم نباشه این تعنیت رو بگیریم، ولی واقعا باید بدونیم این تعنیت برای چیه و اهمیتش چیه. این تعنیت، تعنیت اسرا به تبت خونده شده تعنیت اسیری به خاطر اینکه تو ماه دهم از تقویم یهودی قرار گرفته و به عزت هاشم دوره ماشیخ این تعنی تبدیل میشه به شادی. و همینطور که گیمارا میفرماید هر کسی که روزایی که ما میایم و در واقع ناراحت هستیم و به خاطرش تعنی بگیریم و انجام بده و بگیره، موقعی که ماشیخ بیاد بیمهرا بیامنو در دوره ما اون شریک میشه تو شادی ها. این تعنیت همینطور که میدونیم تعنیتیه که به خاطر اینه که اومدش و نبوخدنصر یه مخش ما به زیخرو اومد و یروشلایم رو اومد محاصره کرد و نهایتا این تعنیت بعد از اینکه محاصره کرد 2.5 سال طول کشید که تونستش تو دیوارهای یروشلایم رخنه کنه. تا 2.5 سال هیچ کاری نتونست بکنه. بعد از 2.5 سال دیوارها در شبا آسا به تموز ویران شد متاسفانه 17 ماه تموز که اونم تعنیت میگیریم و متاسفانه در تیشا به آب بودش که به تمیقداش هم ویران کردن و به آتش کشوندن. تعنیت اسرا به تبت انقدر تعنیت مهمیه که حتی اگه تو شبات هم بیفته این تعنیت رو ما میگیریم. نه نه، تعنیت اسرا به تبت شبات میگیریم، شبات رو به شبات کنار نمیزنه، اینقدر مهمه. شده که تعنیت اسرا به تبت تو شبات بیفته، همین چند سال پیش بیفته تو شبات، تو شبات میگیریم، در صورتی که تعنیت دیگه رو نیتخه میشه یه شنبه میگیریم. چرا؟ امیدواریم که ماشیخ بیاد که این تعنیت رو نگیم، ولی این تعنیت اینقدر مهمه که ما حتی شبات هم میگیریمش. و کوتاه‌ترین تعنیت ساله، کوتاه‌ترینه. چرا اینقدر مهمه؟ خخامیم صحبت بکنن به خاطر اینکه شروع مصیبت است. همیشه شروع هر چیزی برای ما مهمه. اول ماه، اول هفته روش خودش که میگیریم و اول هفته خیلی مهمه. الیا حناوی که میخونیم قسمت‌های مختلف تفیلای شب هفدالا، چون شروع هر چیزی مهمه. ازدواج ها شروعش مهمه، هر چیزی شروعش مهمه. خب این متاسفانه شروع بدیاست، ولی خب اگه ما تشوبا کنیم دیگه ادامه پیدا نمیکنه. تا اونجایی که جالبه که یک خاتم سفری هست، میدونیم خاتم سفر یک خاخام بزرگی بودش که در اروپایشون زندگی میکردن. ایشون در کتاب خودشون خیدوشه خاتم سفر در پارشای ویقرا ایشون میان میفرماین که این روز خیلی مهمه. چرا؟ میپنه شهو حالیشون، همونطور که گفتیم اول اون سختی ها و بدی هاست و آدم با تشوبایی که میتونه بکنه به سختی ها رو میتونه جلوش رو بگیره و میاره یوشه و قدوش برخو میاده شنا و دان ات هوا ها اوی ات هگولا. هشم در این روز میشینه و قضاوت بکنه آیا ما شایسته هستیم که بیت المقدس سوم آباد بشه؟ آیا ما شایسته هستیم که ماشیخ بیاد یا نه؟ امروزه که ما میایم و قضاوت بشیم روی مطلب. و بنابراین گفته شده که چقدر این روز مهمه که حتی اگه تو شبات هم بیفته هنوز ما این تعنیت رو میگیریم و اون اونه که شبات کنار میزنیم، چون که لذت شبات یه لذت در واقع لذت گذرانه. و با گرفتن این تعنیت ما این امکان داریم که امروز که هشم داره ما رو قضاوت بکنه به قضاوتی برسیم که بیت المقدس سوم آباد بشه و گئولا بیاد. تو به عزت هشم همگی با این کوانت تفیلا بخونیم، تهیلیم بخونیم، مصفا بکنیم که به این وسیله بتونیم جلوی مصیبت ها رو بگیریم و باعث شادی بشیم. به نمر